درود بر همه شما خوبان، امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد، سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی و با هفتمین و آخرین حرف ربط در خدمت شما عزیزان هستیم. کاربرد حرف ربط یت. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی از A تا Z، کاربرد حرف ربط یت. یت، با این وجود. یت، با این وجود. این کلمه ربط برای بیان تضاد غیر منتظره به کار می رود. یعنی این که با توجه به شرایطی انتظار نداریم یک کاری صورت بگیرد، اما صورت می گیرد. معادل فارسی یت با این وجود می باشد. پس کلمه ربط یت برای بیان تضاد غیر منتظره به کار می ره. یعنی چی؟ یعنی با توجه به شرایطی انتظار نداریم یک کاری انجام بگیره، اما انجام میگیره. مثال: He's 72, yet he still swims, runs and plays football regularly. او 72 سال سن داره، با این وجود هنوز هم به طور مرتب شنا میکنه، میدوه و فوتبال بازی میکنه. ببینید، یه فرد 72 ساله ما انتظار نداریم که این کارا رو انجام بده. از یت استفاده میکنیم، یه کار غیر منتظره که نباید صورت بگیره صورت میگیره. He still swims, runs and plays football regularly. یت، با این وجود. مثال بعد: He's overweight, yet he continues to eat lots of fast food. او اضافه وزن دارد، با این وجود به خوردن غذای آماده، فست فود، ادامه می دهد. غذای حاضری، غذای آماده، غذای حله حوله. He's overweight. اضافه وزن داره. وقتی کسی اضافه وزن داره، خب ما انتظار نداریم که فست فود بخوره، زیادی فست فود بخوره. از یت استفاده شده. چرا؟ چون یک کار غیر منتظره که انتظار نداریم انجام بگیره صورت بگیره صورت میگیره. امیدوارم چه پرواز کنان مثل عقاب و چه سینه‌خیز مثل لاک پشت همیشه و همیشه رو به جلو باشید. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما، ابوذر حسنوند عموزاده.